اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. سایه مرگ بر اثر کرونا بر سراسر ایران سنگینی می کند. خانواده‌ای در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران باقی نمانده که وقتی با آنها تماس گرفته می شود نگوید که کسی از عزیزانش مبتلا نشده و یا به بیمارستان انتقال نیافته و یا در اثر کرونا جان نباخته باشد. مرگ و میر ممکن است سراسر ایران را به یک گورستان بزرگ مبدل سازد. همزمان رژیم اعلام می کند که حتی تست کردن احتمال ابتلا به کرونا نیز مجانی نیست و اگر کسی مبتلا باشد به رایگان بستری نمی شود و اگر نیاز به دستگاه اکسیژن داشته باشد باید بیش از 1,000,000 تومان پول بپردازد. مردمی که نان شب ندارند چگونه می توانند برای تست کرونا مبلغی بیش از 300,000 تومان بپردازند و یا برای تزریق واکسن حدود 1,000,000 تومان پرداخت کنند. آنها هنوز پولی را که برای گروه های ترور می فرستند قطع نکردند و بودجه سپاه و اتم و موشک را همچنان افزایش می دهند و کاری می کنند که همه مردم ایران با بیماری و ویروی و ذلت و مهنت جان به جان آفرین بسپارند. ننگ بر آنان باد. امروز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1400 خورشیدی، 10 ماه می سال 2021 میلادی و 28 ماه ابری ایار در سال 5781 ابری است. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. شیعیان عراق در برابر سفارت رژیم ایران در بغداد به اعتراض پرداختند و اتاقک نگهبان را به آتش کشیدند و در کربلا نیز در برابر آرامگاه مقدس به اعتراض علیه رژیم ایران پرداختند و خواستار پایان بخشیدن به دخالت‌های فتنه‌گرانه آن در عراق شدند. بسیاری از شیعیان عراق از رژیم ایران می‌خواهند که از برپایی گروه‌های ترور در کشورشان دست بردارد و فتنه‌گری را متوقف سازد. این خواسته ها که پس از ترور یک روزنامه نگار عراقی مخالف حضور رژیم ایران در کشورش به اوج رسیده در حالی رخ می دهد که رژیم ایران در 40 سال اخیر میلیاردها دلار برای رخنه‌یابی به عراق و تسلط استعمارگرانه بر آن کشور هزینه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعا می کند که پیشرفت در مذاکرات وین به هدف برداشتن تحریم‌های آمریکایی به خوبی پیش می‌رود، ولی مقامات آمریکایی همچنان ادعا می‌کنند که مشخص نیست گفتگوها به چه مرحله از پیشرفت رسیده و چگونه پایان خواهد یافت. در اسرائیل در 54مین سال روز اتحاد دو بخش شرقی و غربی و یک پارچه شدن پایتخت اسرائیل جشن گرفته شد، ولی در شرق اورشلیم آشوب فلسطینیان ادامه دارد و هزاران تن از آنان با سنگر گرفتن در صحن مساجد عمر و الاقصی افراد پلیس اسرائیل را با سنگ و فشفش مورد حمله قرار دادند. در این رویارویی 21 تن از افراد پلیس زخمی شدند و هلال احمر فلسطینی نیز شمار زخمی های خود را بیش از 200 نفر اعلام کرد. بر سر شیوه رفتار با فلسطینیان بین اسرائیل و ایالات متحده درگیری لفظی رخ داد و دبیر شورای عالی امنیت اسرائیل به مشاور امنیتی کاخ سفید توصیه کرد که اول با فلسطینی ها صحبت کند و از آنها بخواهد از تعرض نسبت به اسرائیل و آشوب در شرق اورشلیم دست بردارند. در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، رژیم ایران روش دوستانه‌ای نسبت به طالبان در پیش گرفته و مدتی است آنها را تروریست نمی‌خواند.
شمار دانش آموزان افغانی در مدرسه سید الشهدا در کابل که دو روز پیش هدف انفجار قرار گرفتند از 100 نفر فراتر رفته و دست کم همین مقدار نیز زخمی شدند. در ایران این صدا بلندتر می شود که رژیم شمار واقعی مرگ و میر در اثر ابتلا به کرونا را پنهان می دارد و همه شهرهای ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و تعداد افرادی که هر روز واکسینه می شوند کاملا ناچیز است و هنوز معلوم نیست که واکسیناسیون همگانی چه هنگام آغاز خواهد گردید. مردم قاطعانه می گویند که رژیم شمار واقعی قربانیان را پنهان می کند و این امر از جمله باعث می شود که مردم خطر ابتلا را چندان جدی نگیرند و محدودیت های تماس را رعایت نکنند. ولی در هند نیز کرونا یکی از بزرگترین فاجعه های انسانی را به وجود آورده و برخی از کشورهای جهان به ارسال کمک ادامه می دهند. مشروع این خبرها را همراه با گزارش های بیشتری در رابطه با اسرائیل و ایران و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه یک ساعته خبری به آگاهی شما می رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو می باشد. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید. دوشنبه همگان در این روزهای آشوب زده در منطقه و جهان از آرامش و بهروزی برخوردار گردد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. اغتشاشات فلسطینی در شرق اورشلیم امروز دوشنبه همچنان ادامه داشت و حتی شدیدتر شد و گروهی که در داخل محوطه یک مسجد الاقصی سنگر گرفته بودند به سوی یهودیانی که رهسپار دیوار ندبه مهمترین مکان مقدس یهودیان بودند سنگ پرتاب می کردند. در چنین وضعی پلیس اسرائیل ناچار شد دوباره وارد محوطه مسجد الاقصی و عمر شود و بکوشد اغتشاش را به پایان برساند. ارزیابی شده که هزاران نفر در آن محوطه گرد آمدند و به شعار دادن و اغتشاش پرداختند. پیش از ظهر خبر رسید که در کنار یکی از نمازخانه‌های مجاور مسجد الاقصی آتش سوزی رخ داده که هنوز معلوم نیست چه عواملی به آن دست زده باشند. با توجه به آنکه هر اندازه آشوب گسترده تر باشد، واکنش کشورهای عرب، اسلامی و دیگر کشورهای جهان در نکوهش اسرائیل شدیدتر خواهد بود، احتمال می رود که این آتش سوزی نیز توطئه‌ای برای متهم ساختن اسرائیل و جلب حمایت بین المللی باشد. آشوبگران فلسطینی که در این روزهای عید فطر بر شدت تعرض و اغتشاش افزودند به سوی ماموران انتظامی اسرائیل به پرتاب فشفشه نیز ادامه می دهند و ممکن است شماری از همین فشفشه ها موجب بروز آتش سوزی شده باشد. پلیس اسرائیل بر پراکنده ساختن تظاهر کنندگان و پایان بخشیدن به آشوب از وسایل ضد شورش استفاده می کند و می کوشد به جان کسی آسیبی وارد نشود. در این حال هلال احمر فلسطینی گزارش داد که بیش از 200 نفر زخمی شدند که حال 5 تن از آنان وخیم است. همچنین 21 تن از افراد پلیس اسرائیل در اثر سنگ پرانی آشوبگران و پرتاب فشفشه به طرف آنها زخمی شدند که 3 تن برای مداوای بهتر به بیمارستان انتقال یافتند. در تظاهرات روزهای گذشته به گفته منابع خبری فلسطینی بیش از 200 نفر زخمی شدند. پلیس اسرائیل پس از ساعت‌ها درگیری با آشوبگران بالاخره توانست در ساعات نیمروز اغتشاشگران را از صحن مساجد دور سازد و درهای ورودی به این مکان را ببندد. آشوبگران با پرتاب سنگ به یک اتومبیل اسرائیلی که در حال عبور بود آسیب رساندند و آشوبگران راننده را از اتومبیل بیرون کشیدند و قصد لینچ کردن او را داشتند ولی پلیس او را نجات داد. در یک حادثه سنگ پرانی دیگر فلسطینیان یک نوزاد 7 ماهه اسرائیلی زخمی شد.
موضوعی که ارزیابی می شود خشم فلسطینی ها را برانگیخته، مسئله مالکیت شماری از یهودیان بر چند خانه می باشد که در محله‌ای در شرق اورشلیم به نام شیخ جراح می باشد که از هنگام تسلط ارتش اردن بر شرق اورشلیم در اختیار چند خانواده از فراریان عرب از خاک اسرائیل قرار گرفته است که به اردن پناهنده شده بودند. افرادی که مالکیت این خانه ها را مطالبه می کنند با شکایت به دادگاه اسرائیل و ارائه سند مالکیت از دوران امپراتوری عثمانی خواستار تخلیه این خانواده های فلسطینی بودند. قرار بود حکم دادگاه امروز دوشنبه صادر شود که مصادف با 54مین سالگرد پیوست شرق اورشلیم به غرب آن و یک پارچگی پایتخت اسرائیل می باشد. بخش شرقی تا جنگ شش روزه سال 1967 موسوم به جنگ شش روزه در تصرف ارتش اردن بود. دادستان کل اسرائیل از دادگاه درخواست کرد صدور حکم خود را یک ماه عقب بیندازد تا بتوان در مورد واقعی بودن اوراقی که مدعیان مالکیت به آن استناد می کنند مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. این اسناد به حدود یک قرن پیش مربوط می شود که در آن هنگام امپراتوری عثمانی بر این سرزمین نیز تسلط داشت. در طول امروز به مناسبت سالگرد پیوستن شرق و غرب اورشلیم به یکدیگر، آیین‌های گوناگونی برگزار می‌شود که یکی از آنها عبور ده‌ها هزار نفر اسرائیلی پرچم به دست از محله قدیمی شرق اورشلیم به سوی دیوار ندبه کوتل معروی می‌باشد که تنها دیوار باقی مانده از بیت المقدس یهود است که در 3000 سال پیش ساخته شده بود. هر سال در این راهپیمایی در گذرگاه‌های تنگ و باریک بازارچه قدیمی در شرق اورشلیم حدود 100 هزار نفر شرکت داشتند، ولی اکنون به علت کرونا خواسته شده که شمار شرکت کنندگان به 10 هزار نفر محدود گردد. معترضان عراقی به دنبال کشته شدن یک فعال مدنی مخالف دخالت‌های ایران به دست افراد مسلح، شامگاه دیشب بخشی از دیوار کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در کربلا به آتش کشیدند و در اقدامی که هم سابقه در حرم امام حسین علیه ایران شعار دادند. اعتراضات در کربلا پس از آن آغاز شده است که ایهاب الوزنی فعال مدنی سرشناس عراقی جلوی منزل خود هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. ایهاب الوزنی از مخالفان دخالت‌های ایران در عراق بود. او طی سال گذشته از هماهنگ کنندگان اعتراضات در کربلا علیه اقدامات شبه نظامیان تحت حمایت ایران بود و شامگاه شنبه در حمله چند موتورسوار مقابل منزلش در کربلا هدف گلوله کلت کمری قرار گرفت و کشته شد. معترضان عراقی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را عامل قتل ایهاب جواد الوزنی فعال مدنی عراقی می دانند. ده ها نفر از معترضان شامگاه یک شنبه مقابل کنسولگری ایران در کربلا تجمع کرده و به سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامیان مورد حمایت آن پرداختند. معترضان عراقی همچنین بخشی از دیوار و همچنین پاس نگهبانی کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا را با آتش کشیدند. نیروهای امنیتی عراق در جریان اعتراضات کربلا با معترضان مقابل کنسولگری ایران درگیر شدند که در جریان این درگیری‌ها شماری از معترضان عراقی مصدوم شدند. گروهی از معترضان در اقدامی کم سابقه در جریان تشییع پیکر ایهاب الوزنی در داخل حرم امام حسین در کربلا تجمع کرده و شعار انقلاب عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و ایران گم شود کربلا آزاده است سر دادن. همزمان اعتراضات به کشته شدن ایهاب الوزنی دیشب به چند شهر و استان دیگر عراق از جمله شهر دیوانیه در استان قادسیه، مناطقی از استان بابل و شهر ناصریه در استان زیغار این آرامی ها گسترش یافت.
معترضان عراقی در ناصریه مرکز استان ذیقار با برگزاری تشییع نمادین پیکر ایهاب الوزنی در اعتراضات خود علیه جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان مورد حمایت ایران شعار دادند. از سوی دیگر کمتر از 24 ساعت پس از کشته شدن ایهاب الوزنی در شهر کربلا، احمد حسن خبرنگار شبکه تلویزیونی الفرات نیز در ساعات پایانی یک شنبه شب در شهر دیوانی عراق هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت که به شدت مجروح شد. نخستین درگیری سیاسی بین دولت اسرائیل و حکومت پرزیدنت بایدن بر سر شیوه رفتار اسرائیل با فلسطینیان شرق اورشلیم آشکار گردید و به مشاجره لفظی بین مشاور امنیت ملی کاخ سفید جیک سالیوان با همتای اسرائیلی او مئیر بن شبات انجامید. مقام آمریکایی از دبیر شورای عالی امنیت ملی اسرائیل خواستار شد که نیروهای انتظامی اسرائیل از خشونت با فلسطینیان دوری جویند و از تخلیه 4 واحد مسکونی در محله شیخ جراح منصرف شوند. مئیر بن شبات در پاسخ توضیح داد که آشوبگری از جانب فلسطینیان آغاز گردیده و آنها با شورش در صحن مسجد الاقصی و پرتاب سنگ و فشفشه و آسیب رساندن به شهروندان اسرائیلی نیروهای انتظامی را ناچار به دخالت ساختند تا نظم را به شرق اورشلیم بازگردانند. دبیر شورای عالی امنیت اسرائیل به جیک سالیوان توصیه کرد که ایالات متحده با رهبران فلسطینی تماس بگیرد و از آنها خواستار پایان بخشیدن به آشوب شود. بن شبات گفت که تردیدی ندارد که گروه‌های تروریستی همانند حماس و جهاد اسلامی به دستور عواملی که نمی‌خواهد آرامش و دوستی در منطقه برقرار گردد، فلسطینیان را به ادامه عملیات خشونتبار تشویق می‌کنند و اسرائیل چاره‌ای ندارد جز آن که از خود دفاع کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که اورشلیم پایتخت کشور اسرائیل است و اقدامات ضروری برای آبادانی شهر و تأمین مسکن برای ساکنان و هر امر دیگری که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. نخست وزیر گفت که اسرائیل در این زمینه از کسی دستور نمی‌گیرد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی و همتای اسرائیلی او پیرامون مسئله فلسطینی‌ها به جدل می‌پردازند. پیشتر نیز دولت پرزیدنت بایدن با انتشار بیانیه‌ای تصمیم دولت اسرائیل را برای احداث 500 واحد مسکونی جدید در یک محله مسکونی اسرائیلیان که در جنوب غرب شهر و خارج از محدوده پیش از جنگ 6 روزه است انتقاد کرده بود. کشورهای غرب اروپا و ممالک عرب نیز با لحن شدیدتر این تصمیم اسرائیل را محکوم دانسته بودند. در این میان حکومت خودگردان فلسطینی اعلام کرد که در واکنش به آشوب‌ها در شرق اورشلیم به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برده است. پیشتر نیز دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواسته بود در برابر فلسطینیان شکیبایی بیشتری از خود نشان دهد. در حالی که آشوبگران فلسطینی محوطه مساجد عمر و الاقصی در شرق اورشلیم را سنگرگاهی برای تعرض و سنگپرانی ساختند، فلسطینیان و همچنین رژیم‌های ایران و ترکیه و گروه‌های ترور فلسطینی و رهبران دینی آنها اسرائیل را متهم می‌سازند که می‌خواهد بر اماکن مقدس اسلامی مسلط گردد و آزادی دینی از مسلمانان را سلب کند. این ادعا بارها در گذشته نیز علیه اسرائیل عنوان گردیده و همیشه مغرضانه توصیف گردیده است. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس 2 شب پیش هنگام سخنرانی در سالگرد پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی تأکید کرده اسرائیل حفظ آزادی مذهبی همه ادیان را یک امر اساسی می‌داند و در تأمین آن همه کوشش خود را به کار می‌گیرد. رئیس جمهوری اسرائیل نیز پیروان همه ادیان را به شکیبایی دعوت کرده بود. در اعتراض به تعرض به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا، وزارت خارجه ایران نامه‌ای را تحویل سفارت عراق در تهران داده است. در این نامه آمده است: ما حمله به اماکن دیپلماتیک خود در عراق را شدیداً محکوم می‌کنیم
و از دولت عراق می‌خواهیم به وظایف خود در صیانت از اماکن دیپلماتیک ایران با کمال دقت عمل کند. مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با سفیر عراق دیدار کرده و با محکوم کردن این اقدام از دولت عراق خواسته برای محافظت از اماکن دیپلماتیک ایران طبق کنوانسیون 1963 وین عمل کند. بنابر بیانیه وزارت دفاع عراق، مردان مسلح ناشناس یک کنشگر عراقی به نام ایهاب جواد الوزنی را در کربلا به قتل رساندند. ایهاب الوزنی در سازماندهی اعتراض‌های ضد دولتی سال 2019 در عراق فعال بود. در اعتراض به کشته شدن این فعال مدنی و پس از یک روز اعتراض خیابانی، دیشب گروهی دیوارهای کنسولگری ایران در کربلا و تعدادی لاستیک را با آتش کشیدند و معترضان گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران را عامل این سوء قصد می‌دانند. و به گفته شاهدان عینی بیش از 100 تن در اعتراض به خیابان‌های کربلا آمده بودند و به گزارش رویتر معترضان بعضی راه‌های اصلی شهر را بسته و از نیروهای امنیتی خواستند مسئولان قتل وزنی را پیدا کنند. وزارت خارجه ایران ادعا می‌کند که فایل صوتی ظریف به صورت دزدانه و ناقص از سوی رسانه‌های مختلف مخالف رژیم ایران منتشر شده و از این رو سندیت ندارد. در گزارش‌های پیشین آمده بود که جواد ظریف در نشست وابسته به آرشیو تاریخ شفاهی دفتر ریاست جمهوری مدت 7 ساعت صحبت کرده و فقط بخشی از آن انتشار یافته است. وزارت خارجه پیشتر از خامنه‌ای اجازه خواسته بود که همه 7 ساعت انتشار یابد، ولی به این پیشنهاد توجهی نشد. اکنون وزارت خارجه بیان که به درستی و یا نادرستی مطالب بیان شده از جانب جواد ظریف بپردازد، همانند دیگر سران رژیم تنها به بررسی شیوه انتشار این افشاگری توجه می کند و از محتویات آن سخنی نمی گوید. شخص وزیر خارجه نیز دوبار از خانواده قاسم سلیمانی و شخص خامنه‌ای پوزش طلبیده، ولی هرگز سخنان گزنده خود درباره فتنه‌گری‌های قاسم سلیمانی در سیاست خارجی کشور نپرداخته و حرف‌های خود را پس نگرفته است. وزارت خارجه حکومت در گزارشی از جلسه امروز دوشنبه جواد ظریف با نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد و گفت فایل صوتی به صورت دزدانه، ابتدایی و ناقص از سوی رسانه‌های مخالف حکومت منتشر شد. در ادامه این گزارش آمده است ظریف به منظور پاسخ دادن به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس درباره این فایل صوتی و همچنین درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یافت. ظریف در این جلسه به تشریح سوابق همکاری‌های نزدیک بیش از 2 دهه خود با سلیمانی پرداخته و با بیان حمایت‌های 2 طرفه سلیمانی از فعالیت‌های دیپلماتیک و همچنین دستگاه دیپلماسی از فعالیت‌های ارزشمند سپاه و نیروی قدس، قدرت و اقتدار میدانی سپاه و فرمانده پیشین قدس را سرچشمه دستاوردهای ارزنده دیپلماتیک در منطقه دانست. در این جلسه وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر اظهار ندامت کرده و گفت میدان و دیپلماسی هر دو در یک مسیر نظام قرار دارند. وی در ادامه خواستار ادامه فعالیت‌های وزارت خارجه پیرو دستورات رهبری شد. این در حالی که آخوند پاسدار مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حکومت درباره انتشار فایل صوتی ظریف گفت این اقدام باعث شده است روسیه و چین پشت این کشور را در مذاکرات وین خالی کنند. آخوند پاسدار مجتبی ذوالنوری انتشار این فایل صوتی را اتفاقی تلخ خواند و گفت می‌بینیم امنیت ملی نشانه رفته و حرف‌هایی زده می‌شود که حتی وزیر خارجه وقت آمریکا تکذیب می‌کند. حرف‌هایی زده می‌شود که روسیه و لاوروف تکذیب می‌کنند. حرف‌هایی زده می‌شود
که امروز در قالب مذاکرات وین به دنبال اخذ حقوق ملت هستیم. در مجموعه همپیمانان و مدافعان خود انشقاق و انشعاب ایجاد شود و روسیه و چین هم پشت تیم مذاکره کننده ما را خالی و خراب کنند. پاسدار زلنوری در ادامه خطاب به رئیس مذاکره کنندگان وین افزود: جناب عباس عراقچی، به چه حقی در صحبت‌های خود می‌گویید ما ادامه کار دوربین‌های آژانس را تمدید می‌کنیم؟ آیا شما برای تأخیر در رفع تحریم‌ها پالس نمی‌دهید؟ آیا برای جدی نگرفتن قانون مجلس از سوی خود و آنها گرا نمی‌دهید؟ چرا میدان را می‌زنید و القا می‌کنید در مملکت میدان و نظامیان حاکم هستند؟ وی افسود: میدان را می‌زنید در حالی که اقتصاد درستی هم تحویل این مردم نداده اید، می‌خواهید با مردم گرسنه از دشمن امتیاز بگیرید؟ شما که اقتصاد را نابود کردید، شما مدیون میدان هستید. شما نه اقتصاد درستی داشتید نه پول زیادی داشتید. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز از تازه ترین نشست خبری خود گزارشات درباره مذاکرات ایران و عربستان سعودی را تایید کرد و نمایندگان جمهوری اسلامی در حال گفتگو با نمایندگان عربستان سعودی هستند، در پی توقیف یک کشتی حامل موشک و سلاح قاچاق در دریای عرب، یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این کشتی از مبدأ ایران و با هدف تجهیز حوثی‌های یمن ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این مقام آمریکایی تأکید کرد که این اقدام برخلاف تحریم‌هایی است که از سوی سازمان ملل متحد وضع شده است و باید بگوییم همچنین برخلاف مذاکراتی است که در جریان است میان ایران و عربستان سعودی. به نوشته اسوشیتد پرس، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست این خبرگزاری برای توضیح در این زمینه پاسخ نداد. پیشتر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از توقیف یک محموله موشک، سلاح و مهمات قاچاق از یک کشتی بدون تابعیت در شمال دریای عرب خبر داده بود. این ناوگان در بیانیه گفته بود که این کشتی در حالی که یک محموله غیرقانونی سلاح را بدون استفاده از پرچم کشوری در دریای عرب حمل می‌کرده است، جمعه گذشته از سوی رزمناو USS مونتری توقیف و محموله تسلیحات غیرقانونی آن ضبط شده است. بر اساس این بیانیه که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرد، ده‌ها موشک پیشرفته هدایت شونده ضد تانک ساخت روسیه، هزاران تفنگ تهاجمی نوع 56 چینی، صدها مسلسل PKM و تفنگ‌های تکتیرانداز و نارنجک‌اندازهای دوزپرتاب و قطعات لیزر پیشرفته از جمله تسلیحات توقیف شده در این کشتی است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در جریان نشست خبری هفتگی درباره روند مذاکرات برجام در وین اعلام کرد آمریکا بخش عمده آنچرا که درباره تحریم‌ها مورد نظر حکومت بوده را قبول کرده است. خطیب‌زاده در ادامه افسود آمریکا در چارچوب تعهداتش بخش عمده ای از آن چیزی که باید انجام دهد و ما قطعاً برای آمریکا ضروری و الزام‌آور می‌دانیم قبول کرده است. در همین راستا حسن روحانی دو روز پیش گفته بود که به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام می‌کنم تحریم‌ها شکسته شده است. اما با این حال خطیب‌زاده اشاره کرد که همچنان اختلاف جدی وجود دارد و ایران فهرستی از تحریم‌های بخشی، گروهی و اشخاص برای لغو شدن مد نظر دارد. وی در ادامه افسود تیم مذاکره کننده تصمیم گیر نیست و تصمیم گیری نهایی توسط رهبری در تهران انجام می شود. خطیب‌زاده در بخشی از سخنانش به حمله معترضان عراقی به سرکنسولگری تهران در کربلا اشاره کرد و گفت با معترضان برخورد شده است. وی با محکوم کردن این حمله گفت وزارت خارجه یادداشتی اعتراضی را به سفارت عراق داده و انتظار دارد دولت عراق
به وظایف خود عمل کند. شب گذشته یک شنبه معترضان عراقی به دنبال کشته شدن یک فعال مدنی مخالف دخالت‌های ایران در کشورش بخشی از دیوار کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا را با آتش کشیدند و طی اقدامی کم سابقه در حرم امام حسین علیه ایران شعار دادند. خطیبزاده در ادامه درباره قطعی شدن حکم اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش که در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی توسط دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده را نامشروع خواند. وی افزود کشورهایی که در این مسئله دخیل بودند را مسئول می‌دانیم. سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با انتشار گزارش اخیر پایگاه خبری یاهو نیوز درباره مرگ قاسم سلیمانی گفت دست داشتن اسرائیل و کردستان عراق در این مسئله قابل بررسی است و بسیاری از این گزارش ها بر ما پوشیده نیست. این مقام دولتی افزود کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم در این اقدام مشارکت داشته اند مسئولیت جزایی و قضایی دارند. دولت ایالات متحده در پی حمله سایبری باج افزارها به بزرگترین لوله نفتی این کشور اعلام وضعیت اضطراری کرده است. لوله نفتی کلونیال روزانه 2.5 میلیون بشکه معادل 45% از نیاز بنزین، دیزل و سوخت جت در حاصل شرقی آمریکا را در ساحل شرقی آمریکا را تامین می کند. این خط لوله جمعه گذشته در پی حمله سایبری یک گروه بزهکار کاملا از کار افتاد و تلاش برای برقراری دوباره آن هنوز ادامه دارد. اعلام وضعیت اضطراری انتقال محصولات نفتی از طریق جاده را مجاز می کند. و کارشناسان می گویند اگر تأثیر این حمله بیش از این طول بکشد احتمالا امروز قیمت ها 2-3% افزایش خواهد یافت. منابع مختلف تایید کردند که این حمله توسط گروهی به نام دارک سایت انجام شده که پنجشنبه گذشته کنترل 100 گیگابایت از اطلاعات این شبکه را در اختیار گرفته است. هکرها بعد از این حمله پنجشنبه قبل دسترسی به این اطلاعات را از برخی سرورها و کامپیوترها ناممکن کردند و تهدید نمودند اگر باج مورد نظر خود را تا جمعه‌ای که گذشت دریافت نکنند این اطلاعات را روی شبکه اینترنت منتشر خواهند کرد. شرکت کلونیال گفته در حال همکاری با نیروهای انتظامی و کارشناسان امنیت سایبری وزارت انرژی برای برقراری خدمات خود است. شاهپور حسنزوی نماینده پارلمان افغانستان امروز دوشنبه در جلسه پارلمان گفت جاسوسان رژیم ایران در مجلس نمایندگان افغانستان حضور دارند و از اقدامات ایران دفاع می کنند. انفجارهای دو روز پیش در برابر مدرسه دخترانه در غرب کابل دست کم 68 کشته و نزدیک به 170 زخمی بر جای گذاشت. پس از اظهارات این نماینده پارلمان افغانستان، شماری از نمایندگان به سخنان او اعتراض کردند و نشست پارلمان افغانستان برای مدتی مختل شد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران این حمله را محکوم کرده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در توییترش این حمله را به داعش نسبت داد. اما دولت افغانستان این حمله را به طالبان نسبت داده اما سخنگوی طالبان آن را رد کرده است. آگاهان امور می گویند که رژیم ایران اخیراً لحن برخورد خود با چریکهای طالبان را دوستانه کرده و آنان را به عنوان گروهی معرفی می کند که یکی از شاخه های مهم قدرت در افغانستان است. در واقع رژیم ایران به فعالیت طالبان و هدفها و شیوه های رفتاری تعصب‌گرایانه اسلامی آن مهر تایید می زند و این در حالی که حکومت ایران تا چند سال پیش طالبان را یک گروه تروریستی ضد شیعه می دانست که دیپلمات های ایرانی را نیز در مزار شریف به قتل رساند. در همان حال که طالبان ادعا می کند مسئول قتل دختران دانش آموز در مدرسه سید الشهدا در کابل نبوده
روزنامه های اصولگرا در حکومت اسلامی ایران ادعا می کنند که این جنایت توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفته تا برنامه ارتش ایالات متحده را برای خروج کامل از افغانستان خونسا کند و نگذارد طالبان قدرت را در آن کشور به دست گیرند. این ادعا نمونه دیگری از نتیجه گیری های مغرضانه رژیم ایران برای توجیه سیاست دوستانه است که در سالهای اخیر نسبت به طالبان در پیش گرفته است. یک روز پس از گزارش یاهو نیوز مبنی بر نقش کلیدی یگان مبارزه با تروریسم CTG در عملیات ترور قاسم سلیمانی، این واحد هر گونه دخالت در عملیات ترور قاسم سلیمانی را رد کرد. یگان مبارزه با تروریسم کردستان با ارسال بیانیه به شبکه تلویزیون کردی رودوداو نوشت که ما هر گونه دخالت نیروهای من در چنین اقدامی یا اطلاع از آن را تکذیب میکنیم. روز گذشته یاهو نیوز در مصاحبه با 15 مقام فعلی و سابق آمریکایی جزئیات تازه‌ای از عملیات ایالات متحده برای کشتن سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را منتشر کرد که بر اساس آن موفقیت عملیات 3 ژانویه 2020 در فرودگاه بغداد به همکاری آمریکا با نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و اقلیم کردستان عراق بستگی داشت. اکنون یگان مبارزه با تروریسم کردستان با رد گزارش یاهو نیوز نوشته است جنرال سلیمانی، دوست صمیمی مرحوم مام جلال طالبانی و واحدهای ضد تروریسم بود. این یگان یادآوری کرده است که زمانی واحد ضد تروریسم کردستان و قاسم سلیمانی در کنار هم در خط مقدم مقابله با تروریسم می جنگیدن. عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما با اشاره به کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر گفت به دستور رهبر جمهوری اسلامی باید ارزش پول ملی افزایش یابد که یعنی نرخ ارز باید کاهش یابد. وی در مورد نقش بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز گفت که عوامل مؤثر بر بازار ارز به دلیل مداخله بانک مرکزی نیست، بلکه ناشی از مداخله ارز صادرکنندگان است و بانک مرکزی به عنوان بازارساز موظف به ممانعت از نوسانات ارز است. همتی تاکید کرد روش مدیریت بازار ارز 3 است که تغییر کرده است. روش ما ارز پاشی نیست و در این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است و امروز بانک مرکزی 1 هم در نیما ارزه نداشته است. و یفزود روند نزولی قیمت ارز در هفته های اخیر به دلیل اثرات روانی انتظارات مردم از مذاکرات وین است. این در حالی که سال جدید در حالی آغاز شد که قیمت دلار در بازار آزاد نزدیک به 24750 تومان بود. اما با گذشت زمان و شروع مذاکرات وین قیمت روند نزولی به خود گرفت. از ابتدای اردیبهشت امسال تا کنون نرخ دلار از 23400 تومان به 20700 تومان کاهش داشته است. این ریزش باعث شده تا خرید دلار در بازار نیز کاهش یابد که خود این موضوع بر تداوم روند کاهش مؤثر بوده است. نرخ ارز در ایران به عنوان مهمترین شاخص بر اقتصاد کشور برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز بسیار مهم است. اگرچه کاهش نرخ ارز برای مصرف کننده مثبت ارزیابی می شود، اما با دلیل افزایش هزینه های تولید، نگرانی صاحبان کالا از این جهت است که کاهش نرخ ارز به کاهش صادرات و ارزش صادراتی و حجم کالاها منجر شود. برخی از کارشناسان معتقدند که این روش کاهشی موقتی خواهد بود و به زودی مجدداً شیب قیمتها افزایش خواهد یافت. در سال 99 قیمت دلار با رشد نزدیک به 100% از حدود 15000 تومان در ابتدای سال به حدود 32000 تومان در شهریور ماه رسید و بعد از آن بار دیگر التهابات فروکش کرد و قیمت دلار به حدود 20000 تومان نزدیک شد.
بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و تعدیل قیمت دلار بر اساس سال پایه، قیمت تعادلی دلار می بایست در بازار 20 تا 20 هزار تومان قرار بگیرد. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در صورتی که اتفاقاتی از جنس عدم رفع تحریم‌های اقتصادی رخ دهد، قیمت دلار به بالای 30 هزار تومان حرکت کرده و در صورتی که همه تحریم‌های اقتصادی رفع شود، قیمت دلار در بهترین حالت در مدت کوتاهی به طور دستوری به زیر 20 هزار تومان خواهد رسید. جمعی از خانواده های زندانیان اعدام شده در دهه 60 در نامه خواهان اقدام فوری کمیسیه و دو گزارشگر سازمان ملل برای جلوگیری از نابودی گورهای این اعدام شدگان در گورستان خاوران به دست حکومت ایران شدند. این نامه خطاب به میشل بشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، و احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی بیان و ادیان نوشته شده است. در این نامه آمده است اینک روشن شده است که حکومت ایران با تحت فشار قرار دادن بهائیان نقشه دیرینش را برای تخریب گورستان خاوران و محو نشانه های کشتار زندانیان سیاسی به پیش میبرد. این خانواده ها اضافه کردند: از شما نیز درخواست میکنیم که با استفاده از کلیه اختیارات و امکاناتتان از ویرانی و نابودی این گورستان که سند جنایتی بزرگ و نمادی از حافظه تاریخی مردم ایران است به فوریت پیشگیری کنید. آنان تاکید کردند تخریب این مکان و از بین بردن آثار و بقایای انسانی که در این گورها وجود دارد و می توانند در تعیین هویت قربانیان مؤثر واقع شود، روشن شدن حقیقت و انجام عدالت برای خانواده قربانیان را به خطر می اندازد. شماری از کاربران در یک کاردار توییتری به تهدید، شکنجه و 8 ماه نگاهداری وحید و حبیب افکاری در سلول انفرادی اعتراض کرده و خواهان آزادی برادران افکاری شدند. وحید و حبیب افکاری از اعدام برادرشان نوید افکاری در زندان عادل‌آباد بیش از 246 روز است در سلول انفرادی نگاهداری می شوند. سعید افکاری همزمان با این کاردار توییتری در شامگاه یک شنبه دیشب درباره وضعیت دو برادر زندانی خود پس از اعدام برادر دیگرش نوید افکاری نوشت: برادرانم وحید و حبیب افکاری پس از ضرب و شتم به مدت 21 روز شبانه روز با دستبند و پابند در انفرادی های زیرزمین عادل‌آباد حبس بودند. او تاکید کرد که تا روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 246 روز است که وحید و حبیب افکاری در سلول انفرادی زیرزمین زندان عادل‌آباد نگاهداری می شوند و در تمام این 8 ماه از درمان و تماس محروم هستند. نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضهای مرداد 97 در 22 شهریور سال 99 و با وجود اعتراضات گسترده به صدور حکم اعدام و تأکید وکلا بر ابهامات بسیار در این پرونده و در حالی که خود نوید و شهود پرونده اتهامات وارده را به او رد می کردن، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شد. دو برادر نوید افکاری، حبیب و وحید افکاری نیز از نیمه شهریور ماه همزمان با او به انفرادی منتقل شدند و پس از اعدام برادرشان تا کنون مقام‌های قضایی و زندان عادل‌آباد شیراز همچنین آنها را در سلول انفرادی نگاهداری می‌کنند. بهیه نامجو و حسین افکاری، مادر و پدر نوید افکاری، در مهر ماه گذشته در نامه‌ای به قاضی ناظر بر زندان عادل‌آباد شیراز
با اعلام اینکه دو فرزند دیگرشان وحید و حبیب افکاری از یک هفته قبل از اعدام نوید افکاری به سلول انفرادی منتقل شده و تحت شکنجه قرار گرفتند، بر بازگرداندن فوری آنها به بند عمومی تاکید کردند و از مقام‌های قضایی خواستند درباره شکنجه آنها پاسخگو باشند. آنها در پایان نامه خواستار معرفی فرد یا افرادی شدند که دستور انفرادی و ضرب و شتم فرزندانشان در زندان را دادند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای میان گفت که گفتگوها در جریان است و ایالات متحده در چارچوب تعهدات خود بخش عمده آنچه را که باید انجام دهد و ما ضروری و الزام آور می دانیم قبول کرده است. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای روز جمعه گذشته در وین آغاز شد و خطیب‌زاده خبر می دهد که نشست های کارشناسی نیز از بامداد شنبه از سر گرفته شده است. تهران و آژانس اوایل اسفند ماه سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و دوربین‌های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نگه می‌دارد. ایران هشدار داده بود که اگر طی این چند ماه تحریم‌ها برداشته نشود، تهران فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. و روز 31 اردیبهشت برابر با 21 ماه می توافق همکاری استماحی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان می‌یابد. سعید خطیب‌زاده امروز در نشست رسانه‌ای تازه خود با اشاره به این تاریخ گفت یکی از انتخاب‌ها برای بعد از 21 ماه می به طور قطع می‌تواند این باشد که اگر دو طرف در مسیر درست قرار داشته باشند و تهران با آن موافقت داشته باشد، این تاریخ تمدید شود. البته طبیعی است که تیم مذاکره کننده تصمیم گیر نیست و تصمیم ها همه در تهران صورت می گیرد. او در این حال گفت که عجله برای به سرانجام رساندن این گفتگوها نداریم، ضمن این که اجازه نمی دهیم مذاکرات فرسایشی بشود. مصطفی تاج‌زاده معاون سابق وزیر کشور جمهوری اسلامی و چهره های جناح اصلاح طلب رژیم در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به منظور اصلاح نقایص آن از جمله موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه شد. مصطفی تاج‌زاده دیروز متن کامل این نامه را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و از علی خامنه‌ای خواست که با توجه به تجربیات 42 ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کند و اصولی از قانون اساسی که به گفته او منشأ اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور می شود و زمینه سوء استفاده قانون شکنان را فراهم می آورد بازنگری شود. معاون سابق وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بر اولویت بازنگری در اصل ولایت فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی لفظ مطلقه نیز به آن افزوده شده تأکید کرده است، همان گونه که در شورای بازنگری سال 68 توسط برخی پیشنهاد شد، موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن آن است و پیشنهاد ادغام دو سمت رهبر و رئیس جمهوری در ساختار حکومتی نیز موضوع دیگری است که میتواند در شورای بازنگری مورد بررسی جامع قرار گیرد. تاج‌زاده در بخش دیگری از نامه خود نهادهای تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای از جمله قوه قضاییه و رادیو تلویزیون حکومتی صدا و سیما را
به انحراف از قانون اساسی و اقدامات خودسرانه متهم کرده و گفته که این نهادها به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند. در حالی که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از برگزاری نماز عید فطر در همه شهرهای کشور خبر می‌دهد که معاون وزیر بهداشت با انتقاد از برگزاری هر گونه تجمعی می‌گوید که ویروس کرونا ایدئولوژیک عمل نمی‌کند. به گزارش اینا، علی نوری معاون سیاستگذاری ائمه جمعه یک شنبه دیروز با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که نماز عید فطر در شهرهای زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند و در شهرهای نارنجی و قرمز در فضای باز برگزار خواهد شد. نوری درباره این طرح هوشمند در برگزاری نماز عید فطر توضیح ارائه نداد. در همین حال ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هشدار درباره برگزاری هر گونه در تجمع در روزهای آینده به مناسبت عید فطر گفت که ویروس کرونا جشن و پارتی و نماز عید فطر نمی‌شناسد و ایدئولوژیک عمل نمی‌کند و هر جا تجمع باشد وارد عمل می‌شود. حریچی همچنین گفته است که در زمینه ایجاد محدودیت‌ها نیروهای مختلف به دنبال سهم خواهی هستند، در حالی که غیر از معیشت و اقتصاد مردم خیلی مسائل دیگر را باید کنار بگذاریم. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت ایران، روز یکشنبه دیروز 386 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته جان خود را بر اثر کرونا در کشور از دست دادند و بیش از 14,000 بیمار جدید شناسایی شدند. به این ترتیب آمار جانباختگان بر اساس آمار رسمی به 74,910 نفر و مجموع کل بیماران به حدود 2,655,000 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در حالی آمار کرونا را به صورت روزانه اعلام می کند که منابع مستقل درباره درستی این آمار تردید دارند و آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می دانند. روزنامه شهر گفتگویی را با پیروز حناچی شهردار تهران منتشر کرده که در آن به موضوع استفاده برخی افراد یا نهادها از پرستوها برای اغوای او نیز پرداخته شده است. واژه پرستو در ادبیات سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی در مورد زنانی به کار می‌رود که برای پرونده‌سازی بر سر راه مقامات، چهره‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت قرار داده می‌شود. خبرنگار شرق از حناچی می‌پرسد آیا در دوران شهرداری خودتان حس کرده‌اید مستنداتی هست که بخواهند شما را با پرستوها به دام انداخته باشن؟ متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org.
نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود. R A D I S. تکرار می کنم. R A D I S. پاینده ایران، جاوید، اسرائیل.